وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شراره عزیزی. سرخط خبرها. ادامه حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در بیروت. وزارت بهداشت لبنان میگوید دست کم 5 نفر کشته شدند. اسرائیل هشدار تخلیه فوری منطقه زاهیه را صادر کرد. همزمان با حمایت نکردن جو بایدن از حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، رسانه‌های آمریکایی میگویند ایالات متحده قصد منصرف کردن اسرائیل از حمله تلافی جویانه به جمهوری اسلامی را ندارد. ادامه واکنش‌های جهانی به حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل. وزیر خارجه ژاپن حمله به اسرائیل را محکوم کرد و خواستار کاهش تنش‌ها شد. همچنین در ادامه خبرهای این ساعت، جمهوری اسلامی قوت و ارزاق سفره مردم، نون سفره مردم رو موشک کنه و به اسرائیل پرتاب کنه، هیچ چیز دیگه ای هم نیست. واکنش مردم به حملات موشکی سپاه پاسداران. شهروندان میگویند حکومت از تأمین ضروریات اولیه زندگی مردم عاجز است، اما میلیون ها دلار هزینه ماجراجویی های نظامی میکند. خوش آمدید. جنگنده های اسرائیلی بامداد پنجشنبه بار دیگر به اهدافی در بیروت حمله کردند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده در حمله هوایی ارتش اسرائیل به بیروت دست کم 5 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. شبکه المنار وابسته به حزب الله اعلام کرده این حمله یک مرکز از واحد بهداشت این گروه را هدف قرار داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده بعد از شناسایی 2 پهپاد در منطقه بتیام، آژیرهای خطر در این منطقه به صدا درآمدند. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، یکی از پهپادها ساقط و دیگری در فضای باز فرود آمد. هنوز هیچ خسارت یا تلفاتی از ناشی از این حمله گزارش نشده. تصاویر زنده که شاهد هستین از آسمان شهر بیروت هست. همونطور که در خبرها هم گفتم، بامداد پنجشنبه حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در سراسر لبنان ادامه داشته. طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان در حمله پنجشنبه دست کم 5 نفر کشته شدند. در طی 24 ساعت گذشته هم 46 نفر کشته و 85 نفر مجروح شدند. همزمان سفیر لبنان در سازمان ملل گفته این کشور بین ماشین تخریب اسرائیل و جاه طلبی دیگران گیر افتاده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از آسمان بیروت و دود ناشی از حملات بامداد پنجشنبه به این شهر. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن همراه ما شدن. آقای هاشمیان، اسرائیل همچنان داره به مواضع حزب الله در لبنان حمله میکنه. امروز همین حملات ادامه پیدا کرده. خیلی منتظر بودن که شاید این حملات به سمت ایران نشانه بره، اما فعلا به نظر میرسه که تمرکز در لبنانه. چرا؟ همینطور تمرکز در لبنان و طبق گزارش شماره 8 دولت لبنان تا حالا 9000 نزدیک به 9000 حمله هوایی صورت گرفته. الان اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله را در داخل لبنان منزوی کنه. یعنی تفاوتی که الان ما میبینیم بین جنگ 2006 و الان، در سال 2006 اسرائیل به تمام مراکز لبنان از جمله تمام مراکز بیروت، فرودگاه‌ها، بندرها، غیره، اماکن دولتی حمله می‌کرد. ولی الان تمرکزش فقط رو محله زاهیه است که در 18 سال گذشته خیلی رشد کرده و جالب این که در سال 2006 محله زاهیه که متعلق به حزب الله است فقط یک محله بزرگ به نام الحریک داشته که مربع امنی حزب الله به حساب می‌اومد. ولی الان بعد از 18 سال این منطقه زاهیه به اندازه تجریش تهران رشد کرده و لذا الان با حملاتی که الان داره صورت میگیره، شمال، جنوب، مراکز متفاوتی از زاهیه را داره میزنه برای اینکه اون مردمی که اونجا زندگی میکنن رو به شکلی از حزب الله جدا کنه و در نهایت حزب الله رو در داخل لبنان منزوی کنه. آقای هاشمیان، ضرباهنگ تحولات و خاورمیانه به شدت بالاست. واکنش ها هم هر لحظه داره به روز میشه. فکر میکنین واقعا این سوال اصلی که واکنش اسرائیل به حملات موشکی سپاه چی هست، چه پاسخی داره با توجه به مواضعی که از در 24 ساعت گذشته ایالات متحده گرفته؟
این خب به این مسئله رو فقط آقای نتانیاهو و افراد اطرافش میدونن، ولی ما بر اساس اطلاعاتی که اینور اینور پخش میشه من معتقدم که الان تصمیم گرفته شده، زمانش رو هم احتمالاً یکی دو روز آینده، من فکر نمی کنم تا بعد از روز جمعه بیشتر دوام بیاره، احتمالاً یا پنجشنبه یا جمعه اسرائیل بالاخره تصمیم میگیره حمله کنه. کجا رو مورد هدف قرار میده اینم واقعا مشخص نیست، اینکه آیا مراکز نفتی مورد حمله قرار میگیرن، مراکز نظامی و تسلیحاتی، رهبران جمهوری اسلامی، مراکز اتمی، این اطلاعات دقیقی در این مورد وجود نداره. ولی فقط اینو من اضافه کنم که اگر چه ایالات متحده با حمله به مراکز اتمی ایران مخالفت کرده، ولی این به این معنی نیست که ممکنه آقای نتانیاهو و اسرائیل به این مراکز حمله نکنه. همزمان با صحبت‌های شما آقای هاشمی، تصاویر زنده‌ای هم شاهد بودیم از آسمان بیروت و دود ناشی از حملاتی که در بامداد همین امروز اتفاق افتاده. اما سوال من راجع به آینده گروه‌های نیابتی هستش. خیلی‌ها معتقدن که شاید حماس و حزب الله با ضرباتی که از اسرائیل دریافت کردن در طول ماه‌های گذشته دیگه توان بازیابی خودشون رو نداشته باشن، اما برخی هم معتقدن یک همچین گروه‌های همچنان زنده خواهند موند در بین مردم اون منطقه. چطور فکر می‌کنیم وضعیت این گروه‌ها رو در آینده نزدیک؟ به اعتقاد من بیشترین تأثیر بر آینده نیابتی‌های جمهوری اسلامی رو آینده حزب الله رقم می‌زنه. حزب الله الان ضربات خیلی سنگینی رو متحمل شده. یه سری تحولات در داخل لبنان داره اتفاق میفته. مثلا آقای نجیب میقاتی سرپرست نخست وزیری گفته که بایستی ارتش بره در مناطق جنوب و اون مناطقی که حزب الله اونجاست رو از اونها بگیره. الان حدود 1500 نفر جدید رو هم استخدام کردن. این به این معنیه که دارن بدون اینکه با طرف اسرائیل یا با طرف دیگه توافقی ایجاد کنن، خودشون قضیه رو به شکلی جابجا کنن، نیروهای حزب الله را از اونجا برونن. الان گروه 14 آذر که تا مدتی در واقع به حاشیه رفته بود از صحنه سیاسی لبنان الان داره برمیگرده و خیلی الان صحبت‌های مختلفی میشنم، فاسانیورا صحبت میکنه، افراد دیگه. همینطور ما دیدیم حزب الله در مورد انتخاب ریاست جمهوری که الان جاش خالیه و کرسیش خالیه، در واقع به آقای نبیه بری اختیار داده و احتمالاً هم سر اینکه چه کسی انتخاب بشه زیاد موضع‌گیری نکرده و این نشون میده که حزب الله اون جایگاه سابق خودش رو نداره که بتونه شروط خودش رو بر دیگران تحمیل کنه و الان بازیگران دیگه‌ای که وجود دارن دارن تلاش میکنن این صحنه رو بدون حزب الله دارن تغییر میدن. ضمن اینکه ما شاهد گفتگوی پزشکیان با وزیر خارجه سعودی در دوحه بودیم و من احتمال میدم لبنان مرکز این صحبت ها بوده و این توجه ها بوده و احتمالاً در مورد آینده لبنان با طرف جمهوری اسلامی در این زمینه صحبت شده و احتمالاً نقاط مشخصی رو برای توافق مطرح شده. بازم اشاره کنم که این صحبت های شما آقای هاشمیان تصاویر زنده ایج داریم میبینیم از آسمان بیروت و دود ناشی از حملات شب گذشته به این شهر. ساعت 6:38 دقیقه صبح هست در بیروت و همچنان آتش ناشی از این حملات بر فراز این شهر دیده میشه، دود ناشی از آتش. ولی آقای هاشمیان، وزیر خارجه لبنان عبدالله بوحبیب صحبت کرده با CNN و اشاره کرده تو صحبتاش که نصرالله چند روز قبل از کشته شدن با آتش بس موقت موافقت کرده بود. چقدر این صحبت ها به واقعیت نزدیکه؟ والا الان این صحبت ها چون که الان دیگه نصرالله نیست، این ور این ور مطرح میشه و من بعید میدونم چین چیزی باشه، چون که به شدت حزب الله تا آخرین لحظه زندگی حسن نصرالله میگفتن که ما به جنگ غزه، درگیری هامون با اسرائیل به جنگ غزه وابسته است و تا وقتی که جنگ غزه ادامه داره ما دست از این کار بر نمی داریم. ولی الان که حزب الله و رهبر حزب الله کنار رفته این بحث ها مطرح میشه. این اراده دولت لبنان رو نشون میده که اونها نجیب میقاتی، گروه های ما، حتی گروه های نزدیک به نبیه بری و عمل که به حزب الله
خیلی هم نزدیک هستن، اونها هم تمایلی نداشتن که حزب الله به خاطر غزه درگیر این جنگ کنه، چون که معتقد بودن کاری برای غزه انجام نمیده و در نهایت مشکلات لبنان را زیاد میکنه. از این رو اراده چیزی که در داخل دولت لبنان الان وجود داره با این صحبت ها داره بیان میشه. حسن هاشمیان ممنون از حضورتون در این گفتگو. چند منبع مطلع به رویترز گفتند که رهبر جمهوری اسلامی مدتی قبل از کشته شدن حسن نصرالله به او هشدار داده و از او خواسته بوده هرچه زودتر لبنان را ترک کند. بنابر این گزارش و به نقل از یک مقام ارشد ایرانی، علی خامنه‌ای مدت کوتاهی بعد از ماجرای بی‌سیم‌های بمب‌گذاری شده این پیام را به دبیرکل حزب الله فرستاد و از او خواست هرچه زودتر به ایران بیاید. علی خامنه‌ای این پیام را توسط عباس نیلفروشان برای حسن نصرالله فرستاده بود. کانال 12 تلویزیون اسرائیل هم میگوید کابینه این کشور در یک جلسه تصمیم گرفته در پاسخ به حمله موشکی جمهوری اسلامی به اماکن استراتژیک ایران حمله کند. بر اساس این گزارش کابینه اسرائیل در تلاش است با آمریکا در این رابطه هماهنگ عمل کند. از سوی دیگر بایدن گفته حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را حمایت نمی‌کند. امروز درخواست جلسه ای با گروه 7 فرستادم. ما در حال کار روی یک بیانیه مشترکیم. همه ما از ژاپن گرفته تا فرانسه و آلمان و بقیه روی این موضوع توافق داریم. کاری که در این زمینه انجام میدیم اینه که روشن کنیم کارایی باید انجام بشه. بدیهی که ایران از مسیرش خارج شده. میخوایم یه بیانیه مشترک تهیه کنیم. این کار خیلی زود انجام میشه. احتمالاً به زودی تحریم های علیه ایران اعمال میشه. ما با اسرائیلیا در مورد اینکه چیکار میکنن گفتگو میکنیم. همه در گروه 7 توافق داریم که اسرائیل حق پاسخ دادن داره، اما باید به تناسب پاسخ بده. شبکه خبری CNN گفته کاخ سفید قصد تغییر نظر اسرائیل در حمله به ایران را ندارد. این شبکه به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گفته دولت بایدن به دنبال منصرف کردن اسرائیل از حمله تلافی‌جویانه موشکی به جمهوری اسلامی نیست. به گفته CNN پیش از این جو بایدن صرفاً گفته بود که واشنگتن از حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت نمی‌کند و در روزهای اخیر بر شمار نیروهای خود در منطقه افزوده. واشنگتن فری بیکن هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده برخلاف حمله فروردین ماه جمهوری اسلامی به اسرائیل که دولت بایدن اسرائیل را از واکنش تلافی جویانه گسترده منصرف کرده بود، اسرائیل این بار از واکنش تلافی جویانه متناسب منصرف نخواهد شد. با گذشت یک روز از حمله موشکی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، خبرها از حمله قریب و وقوع اسرائیل به خاک ایران حکایت دارد. به گزارش رسانه‌های چون وال استریت جورنال و آکسیوس، تأسیسات استراتژیک نفتی و اقتصادی اهداف احتمالی اسرائیل خواهند بود. اتفاقی که اگر رخ بدهد میتواند ضربه سنگینی به اقتصاد در حال احتضار ایران وارد کند. تاوانی که به گفته نتانیاهو نتیجه تعرض خامنه‌ای به خاک اسرائیل خواهد بود با هزینه گزاف برای مردم ایران. مشتبه پور محسن گزارش میده. شلیک جنگ به سوی ایران با فرمان دیکتاتور، پرتاب 181 موشک به سوی اسرائیل در انتقام خون 3 تروریست، صورت حساب سنگین نتانیاهو برای جمهوری اسلامی و حمایت جهانی از پاسخ شدید احتمالی اسرائیل. خامنه‌ای چطور پای مردم ایران را به جنگ کشاند؟ عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید. فرمان آغاز حمله موشکی به اسرائیل از شهرهای مختلف ایران که بر اساس بیانیه سپاه پاسداران با تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام شد و آنطور که یک مقام ارشد به رویترز گفته با دستور خامنه‌ای که لحظاتی پیش از حمله به مکانی امن منتقل شده بود. حوالی ساعت 8 شب سه‌شنبه شهروندان ایران ده‌ها موشک بالستیکی را در آسمان دیدند که از شهرهای مختلف شلیک شده بود. در عملیاتی که نزدیک به یک ساعت طول کشید، موشک‌های موافق صوت جمهوری اسلامی در عرض حدود 10 دقیقه به آسمان اسرائیل رسیدند. این تصویر مقابله سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین و پیکان اسرائیل با انبوه موشک‌های شلیک شده است که حالا می‌دانیم آمریکا، فرانسه و اردن برای رهگیریشان به اسرائیل کمک کرد. با این حال تصاویر منتشر شده نشان داد
تعدادی از موشک‌های ایران توانستند از این سامانه عبور کنند. اگرچه برخی از تصاویر انفجارها مربوط به سقوط بدنه موشک شلیک شده بود و برخی هم موشک‌های پدافند اسرائیل، حملاتی که تنها یک کشته داشت، یک فلسطینی اهل غزه که به کرانه باختری آمده بود و بر اثر سقوط بدنه موشک ساقط شده بر سرش کشته شد. با این حال بر اساس اطلاعات نیویورک تایمز، موشک‌های شلیک شده جمهوری اسلامی توانستند دست کم در 4 نقطه فرود بیایند. از جمله در اریها، در کرانه باختری، در مدرسه در خدرا، همینطور اطراف پایگاه هوایی نواتیم و در نزدیکی مقر موساد در تل‌آویو، جایی که یکی از موشک‌ها آنطور که خبرنگار PBS نشان می‌دهد در حدود 500 متری یکی از ساختمان‌های موساد فرود آمد و گودالی به عمق 15 متر ایجاد کرد. بر اساس ارزیابی کارشناسان نظامی، به نظر می‌رسد حداکثر 10% موشک‌های شلیک شده توانستند از سامانه پدافند عبور کنند. هرچند سپاه پاسداران و وزیر خارجه ایران مدعی عبور 90% موشک‌ها شده. موشک‌های ما بالای 90%ش نتونستن راهگیری بکنن. اما در فیلم منتشر شده از اتاق فرماندهی عملیات، از مکالمه فرمانده کل سپاه پاسداران با مسعود پزشکیان با یک کات، تعداد موشک‌های ادعایی حذف شده. از 200 فروند موشکی که شلیک شد موفق بود الحمدلله. عبور همین تعداد معدود موشک از سامانه پدافندی محدودیت‌های نظامی تهران را به رخ کشید. به ویژان که جمهوری اسلامی تقریبا مهمترین موشک‌هایش را به میدان آورد. از موشک بالستیک قد با برد حداکثری 2000 کیلومتر و با سرعت 9 ماخ گرفته تا موشک‌های اماد با برد 1700 کیلومتری و البته موشک هایپرسونیک فتا که 13 ماخ سرعت دارد و وزن سر جنگیش به 1000 کیلوگرم میرسد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شده موشک‌ها 3 پایگاه نظامی را هدف قرار داد. اما واقعیت میدانی میگوید موشک‌های به اصطلاح نقطه زن سپاه پاسداران نتوانستند به طور دقیق به اهدافشان اصابت کنند. محمد باقری در توجیه این ضعف گفت تهران موازین اخلاقی را رعایت کرد تا مردم هدف قرار نگیرند. ادعایی که با این تصویر کاملا رد می‌شود. وقتی شماری از مردم ایران موشک‌های شلیک شده را از پنجره هواپیما در آسمان می‌دیدند و این هواپیما از ترس همین موشک‌ها تصمیم گرفت در فرودگاه ارومیه فرود بیاید. حقیقتی تلخ نشان می‌دهد جمهوری اسلامی باز هم در وضعیت جنگی آسمان را کلیر نکرد تا از هواپیماها و مردمی که سوارشان بودند به عنوان سپر انسانی استفاده کند. با این حال اصابت همین 10% موشک‌ها به خاک اسرائیل برای کشاندن پای ایران به جنگ کفایت می‌کند. ایران شوف تقویت اسرائیل به موتیلیم. ایران امشب اشتباه بزرگی مرتکب شد و تاوانش را خواهد داد. حکومت ایران عزم ما برای دفاع از خود و انتقام گیری از دشمنانمون را درک نمی کند. ما به اصولی که تعیین کرده ایم پایبند خواهیم بود. هر کس به ما حمله کند ما به او حمله خواهیم کرد. علاوه بر نتانیاهو، وزیر دفاع اسرائیل هم در شبکه اجتماعی ایکس تهران را به پرداخت هزینه گزاف تهدید کرد. رئیس پارلمان اسرائیل هم در همین شبکه اجتماعی به زبان فارسی خطاب به خامنه‌ای نوشت به پایان سلام کن. با این واکنش ها به نظر می رسد پاسخ اسرائیل قطعی و شدید است. روزنامه وال استریت جورنال سه‌شنبه نوشت اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده بود در صورت حمله به این کشور تأسیسات اتمی و مراکز مهم نفتیش را هدف قرار می دهد. وبسایت آمریکایی آکسیوس هم چهارشنبه به نقل از مقام‌های اسرائیلی خبر داد اسرائیل در پاسخ به تأسیسات نفتی و چند مکان استراتژیک در ایران حمله خواهد. واکنش دست جمعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اروپایی و آمریکا در محکومیت حمله ایران و حمایت از پاسخ اسرائیل کار را برای جمهوری اسلامی سخت خواهد کرد. خیلی ماشاءالله داره. بهای عملیاتی موشکی که در انتقام خون 3 تروریست انجام شد. کسانی که سالها پول مردم ایران خرجشان شد با این بهانه که جنگ را از مرزهای ایران دور نگه دارند و حالا به خاطر آنها مردم ایران در معرض جنگ قرار گرفت. با تصمیم خامنه‌ای که صبح چهارشنبه بدون پذیرش مسئولیت جنگ افروزی علیه ایران از جاه‌طلبی تازه‌اش گفت. اخراج آمریکا و اروپایی‌ها از منطقه. اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه می‌زنند. یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. رویاهای جنون آلود یک دیکتاتور که ایران را به باتلاق جنگ کشاند.
مشتبه پور محسن، لندن. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی همراه ما شدن. خانم برادوس، شرایط بسیار پیچیده هست. اول بپردازیم به موازی که آمریکا در طول این مدت گرفته. فکر می‌کنید که واقعاً با شرایطی که در آمریکا هست، نزدیک به انتخابات هستند، چقدر و تا کجا حمایت بکنن اسرائیل رو در حمله احتمالی به جمهوری اسلامی؟ به نظر من احتمال این که حمایت بکنن، حمایت میکنن، چون که پیامی که هم بعد از نشست گروه G7 G7 و سخنان بایدن نشون میده که موافقن و اتفاق جمعی وجود داره که اسرائیل باید حمله بکنه، یعنی جواب جمهوری اسلامی رو بده و جوابش باید متناسب باشه با حمله جمهوری اسلامی. متناسب بودن اینجا جای سوال، آیا 200 تا موشک بالستیک باید نتانیاهو بفرسته به طرف ایران، یا اینکه متناسب بودن چگونه خواهد بود؟ متناسب بودنی که اگر بخوایم متناسب رو در نظر بگیم، در دفاع از خودش اسرائیل بخواد انجام بده، من کلمه دفاع رو استفاده میکنم، چون که جنگیه که جمهوری اسلامی قبل از جنگ غزه شروع کرده علیه اسرائیل، جنگیه که بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران اعلام کرده. پس کسایی که میگن این یک انتقام بوده و نمیتونست جمهوری اسلامی ساکت بشه و اسرائیل در خاک ایران عملیات انجام داده و هنیه رو کشته، اینجا یا حافظه کوتاه مدتی دارن و یادشون نیست که این جنگ رو جمهوری اسلامی شروع کرده و اسرائیل در دفاع از خودش مجبور میشه برگرده و این عملیات رو انجام بده که هر دولت مسئولی در مقابل شهروندان خودش و در مقابل دفاع از خودش باید چنین عملیات رو انجام بده تا تهدید رو دور کنه. و برای همین هم از کشورهای جهانی الان هیچ کدوم نمیتونن به اسرائیل بگن چنین حمله رو انجام ندهید. به نظر من تو همین شرایط هست که بایدن نمیتونه به اسرائیل بگه که نمیتونید عملیات انجام بدید، چون که تنها امیدی که جمهوری اسلامی داشته، چه در حمله اولش در اپریل که 72 ساعت قبل از حمله به آمریکا اطلاع داده بود که میخواد حمله کنه، چون که امید جمهوری اسلامی در حمله این بار هم فقط بایدنه، به این امید که بایدن نتانیاهو رو مجبور کنه که جواب نده، وگرنه تا الان به خاطر این چیزی که الان در راپورتتون دیدید که اتاق فرمان فرماندهان یک کشور رو میبینید، واقعا شبیه یک سیرکه، یک نمیتونم کلمه مناسبی پیدا کنم متاسفم برای بینندگان، واقعا کلمه پیدا نمیشه برای چنین فرماندهانی یا قدرتی که جمهوری اسلامی داره. دلیلی که تا الان این رژیم با این سطح از فرماندهی، با این سطح از توانشون که میبینیم چقدر ضعیف هستن در قدرت هست، به خاطر اینکه تا الان هیچ کشوری نخواسته حمله کنه و آمریکا هم هیچ وقت نخواسته حمله کنه و جمهوری اسلامی بعد از ورود آمریکا به عراق و افغانستان باعث شد که یکی از به نظر من در تحقیقات یکی از دلایلی که آمریکا درگیر عراق شد و این طولانی مدت، خود نقش جمهوری اسلامی بود که آمریکا رو مشغول کنه که آمریکا نوبت به جمهوری اسلامی نرسه، یا حتی بعد از 1979 هم آمریکا نخواست با جمهوری اسلامی حکومت جدید در ایران درگیر بشه، چون که از ترس اینکه مبادا ایران به جبهه شرقی به سوویت یا شوروی سابق نزدیک بشه و اینجا قسمت‌های دریای سرخ یا قسمت‌هایی که از دریایی رو مورد هدف قرار بگیره با همپیمانی با شوروی سابق. یعنی وقتی تاریخ رو نگاه می‌کنی تا الان، دلیلی که این دولت ضعیف در ایران هیچ وقت چالشی برای به قدرتش وجود نداشته بوده، این بوده که کسی نخواسته واقعا مورد حملهش قرار بده، ولی الان اولین باره که این چالش یا این تهدید رو داره حس میکنن. خانم برادوس، در انتخابات آمریکا هم میدونیم که حتی در مناظره‌ای که شب گذشته انجام شد بین معاونان هریس و بایدن، اولین سوال راجع به ایران بود و وضعیتی که ایجاد شده در منطقه. فکر می‌کنید که دولت جو بایدن چه خط قرمزهایی داره در موضع‌گیری در این تنش که ممکنه که شاید در انتخابات آینده باعث شکست یا پیروزیشون بشه؟ برای آمریکایی که الان خب همیشه گفتیم در سیاست خارجی انقدر در انتخابات آمریکا تأثیر نخواهد گذاشت، ولی این انتخابات متفاوت از انتخابات قبله، حتی باعث شده که الان سیاست خارجی خیلی هم تاثیرگذار باشه در انتخاباتی که مردم آمریکا بخوان رأی بدن. تا قبل از اینکه جنگ غزه شروع بشه، احتمال این خیلی در موردش حرف می‌زدیم در آمریکا که این جنگ اوکراین، کمک‌هایی که آمریکا به اوکراین می‌کنه در مقابل روسیه، این موضوعات تأثیر خواهد گذاشت. ولی وقتی جنگ
غزه شروع شد و اون تأثیراتی که جمهوری اسلامی گروه های ملیشیایش گذاشتن، در مثلا حوثی ها رو در نظر بگیریم، در قطع کردن اون راه آبراه تجارت جهانی و اینکه اسرائیل مورد، خب به خاطر میدونیم خب جمعیت اسرائیل یهودی ها در آمریکا و تأثیرشون در سیاست و اینکه آمریکایی‌ها حمایتشون از اسرائیل، تمام این موضوع باعث میشه مثلا الان در یک موقعیت قرار داره آمریکا که دولت بایدن، مثلا دولتی که در قدرت، درست خب ترامپ رقیب کامل هریس هست، رقیب دموکرات هست و ترامپ مسئولیتش الان کمتر، راحت تر میتونه بگه اگه من الان در قدرت بودم هیچ جنگی صورت نمی گرفت، چیزی که ترامپ ادعا میکنه اگه من در قدرت بودم ممکنه جمهوری اسلامی ایرانم به ابراهام میپیوست و با ما توافق میکرد، که واقعا شبیه یک خواب و خیال که ترامپ داره چنین حرفایی میزنه که جمهوری اسلامی اینقدر راحت میتونه با ترامپ وارد یک همپیمانی با اسرائیل بشه. برای ترامپ راحته، میتونه راحت از این کار علیه بایدن استفاده کنه، ولی برای دموکرات ها و طرف هریس و بایدن خیلی سخته، چون که اگه تصمیم بگیرن از اسرائیل در حمله به ایران حمایت کامل بکنن و اسرائیل تصمیم بگیره به تاسیسات اتمی ایران حمله بکنه، اینجا جمهوری اسلامی چه عکس العملی خواهد داشت و عکس عملش کشورهای منطقه رو درگیر خواهد کرد یا نه؟ آیا اگر مراکز نفتی ایران مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی به مراکز نفتی عربستان و امارات حمله خواهد کرد یا نه؟ که اینم احتمالش پایینه، چون که جدیدم اون نمیخواد اون توافق رو به هم بزنه، ولی به پایگاه‌های آمریکایی حمله خواهد کرد یا نه؟ اگر حمله بکنه اینجا تاثیر جنگ منطقه بر انتخابات آمریکا خواهد بود و این سورپرایز اکتبر خواهد بود برای انتخابات این دوره ریاست جمهوری آمریکا. شکریا برادوس، ممنون از حضورتون در این گفتگو. بیننده ایران اینترنشنال، ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. ادامه حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در مرکز بیروت. وزارت بهداشت لبنان میگوید دست کم 5 نفر کشته شدند. اسرائیل هشدار تخلیه فوری منطقه زاهیه را صادر کرد. همزمان با حمایت نکردن جو بایدن از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران، رسانه‌های آمریکایی میگویند ایالات متحده قصد منصرف کردن اسرائیل از حمله تلافی جویانه به جمهوری اسلامی را ندارد. واکنش‌ها به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل همچنان ادامه دارد. سران کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و سوئد حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل را به شدت محکوم کردند. وزیر خارجه سوئد ضمن ابراز نگرانی عمیق از این حملات تأکید کرده که این نوع اقدامات به هیچ وجه قابل قبول نیست و تمامی طرف‌های درگیر باید از افزایش خشونت‌ها و درگیری‌ها خودداری کنند. وزیر خارجه جدید ژاپن هم در بخشی از کنفرانس خبری خود حمله ایران به اسرائیل را شدیداً محکوم کرده و در این حال خواستار افزایش تلاش‌ها برای کاهش بحران شده. پیشتر نیز نخست وزیر و دبیر کابینه ژاپن حمله موشکی ایران را محکوم کرده بودند. در همین رابطه همراه هستیم با توماج تاهباز، همکارم در تایلند. توماج، خیلی از کشورها واکنش نشون دادن و حتی دیروز راجع به چین صحبت می‌کردیم، کشورهای شرق آسیا، این بار ژاپن هم خب در کنفرانس مطبوعاتی که اولین کنفرانس مطبوعاتی یک وزیر خارجه جدید این کشور بود، باز هم نام ایران اومد و محکوم شد حملاتش. چه جزئیاتی داشت صحبت‌های وزیر خارجه جدید ژاپن؟ چراره ایوایا تاکشی، وزیر خارجه جدید ژاپن، تو همین به قول تو اون کنفرانس خبری اولی که داشت در توکیو در ادامه محکومیت حمله اسرائیل، حمله به اسرائیل از طرف مقامات ارشد ژاپن، گفت که این حمله موجب تشدید بحران میشه و توکیو شدیداً اون رو محکوم میکنه. همونطور که میدونیم توی یک روز گذشته دیگر مقامات ژاپن از جمله نخست وزیر و دبیر کابینه ژاپن که سخنگوی دولت این کشور هم هست، محکوم کرده بودن شدیداً حمله ایران رو. ایوایا هم گفته که ثبات در خاورمیانه برای ژاپن خیلی مهمه و که قویان از همه طرف‌های درگیر می‌خواد که اوضاع رو آروم کنن. وزیر خارجه ژاپن اضافه کرده که توکیو هر کاری بتونه انجام میده تا مانع از بدتر شدن وضعیت در خاورمیانه بشه. در ضمن به شدت توکیو ابراز نگرانی کرده از تعداد زیاد تلفات غیر نظامی در روند درگیری‌ها. آقای ایوایا در ضمن با همتای آمریکایی خودش هم گفتگو کرده و اونجا هم دو طرف در مورد نگرانی‌های جدی از وخامت اوضاع خاورمیانه بعد از حمله ایران و سقوط احتمالی منطقه به یک جنگ تمام عیار رایزنی کردن، به گفته وزارت خارجه ژاپن. اما نکته دیگه هم هست. وزارت خارجه چین هم بیانیه‌ای صادر کرده، چون می‌دونیم چین در حال حاضر در تعطیلات بلند مدت روز ملی هست. این بیانیه به صورت سوال و جواب بوده. سوال مربوط میشه به نظر چین در مورد حمله موشکی ایران به اسرائیل. وزارت خارجه چین گفته به شدت نگران
اوضاع آشفته خاورمیانه است، گفته با نقض تمامیت ارضی لبنان مخالفه، ولی در این حال بدون اینکه از ایران اسم ببره تاکید کرده با اقداماتی که به تضاد و تشدید تنش‌ها دامن بزنه هم مخالفه. چین البته تاکید کرده که طولانی شدن جنگ غزه علت اصلی بحران فعلی از منظر پکن. در کره جنوبی هم وزارت خارجه کره بیانیه صادر کرده که توش هم حملات اسرائیل به جنوب لبنان و هم در مورد حمله موشک ایران به اسرائیل ابراز نگرانی شدید شده. اما چند نکته. اول تاکید چند باره مقامات ژاپنی در مورد محکومیت حمله ایران. نکته اینجاست که دولت ژاپن تازه 2 روزه که اساساً آغاز به کار کرده، دولت جدید ژاپن، و این حمله واقعیت اینجاست که بلافاصله اولین چالش جدی در عرصه خارجی برای ژاپن بوده و مقامات ژاپنی ظاهراً نخواستن این رو پنهان بکنن که همشون یک صدا این حمله رو محکوم میکنن. نکته مهم دیگه بخشی از بیانیه کتبی چینه که بدون اسم بردن از ایران از تشدید تنش‌ها ابراز نگرانی کرده. مثلا به بازنشر این حرفا در گلوبال تایمز نگاه کنیم، نشریه وابسته به کمیته مرکزی حزب حاکم در چین، تو بخشی از مقالش با اشاره مستقیم به حمله موشکی ایران، این حمله رو گام تازه‌ای در تشدید تنش‌های منطقه‌ای توصیف کرده و گفته پتانسیل این رو داره که درگیری‌ها رو به نقاط خیلی بیشتری در منطقه بکشونه. در نتیجه اگر جمهوری اسلامی به احتمال هم حالا به هر احتمالی در واقع انتظار داشت نوعی همدلی یا اتحاد را از چین ببینه، هم ما شاهد این دست کم در بیانیه‌های دیپلماتیک جمهوری خلق چین نیستیم. همکارم توماج تاهباز از تایلند، ممنونم. نوید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تازه ترین آمارها از مرگ سالانه 160 هزار شهروند به دلیل بیماری قلبی و عروقی گزارش می‌دهند. بنابر این گزارش، بیماری‌های قلبی و عروقی علت اول مرگ و میر در کشور است. به گفته یک مقام پیشین وزارت بهداشت، حدود 24% جمعیت ایران از پرفشاری خون رنج می‌برند که نیمی از این مبتلایان هیچ گونه کنترل درمانی هم ندارند. روزنامه هم‌میهن از وضعیت نامشخص 83 بنای تاریخی در تملک شهرداری تهران گزارش می‌دهد. با وجود تخصیص اعتبار برای این بناها، هنوز مرمت و احیای خانه موزه‌های تاریخی نظیر خانه علاءالدوله و پیرنیا روشن نشده. به گفته احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران، موزه‌ها و خانه موزه‌های مدیریت یکپارچه‌ای ندارند و هر سازمانی بر اساس مصوبات خود درباره این آثار مهم تاریخی تصمیم می‌گیرد. در پی انتشار ویدیویی از تنبیه بدنی یک دانش آموز 6 ساله در روستای کهورآباد سهرابیان شهرستان کهنوج، اداره آموزش و پرورش اعلام کرد که در حال بررسی این موضوع است. بر اساس گزارش‌ها، معلم مدرسه شهید بهشتی با ضرب و جرح دانش آموز باعث شکستن فک و آسیب جدی به او شده و این کودک به بیمارستان منتقل شده. رسانه‌های عربی از دیدار مسعود پزشکیان و وزیر خارجه عربستان سعودی در دوحه خبر دادند. طبق این گزارش‌ها، فیصل بن فرهان و پزشکیان در این دیدار درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. روز گذشته نیز رئیس جمهور ایران با امیر قطر در دوحه دیدار و چندین سند و یادداشت تفاهم همکاری در بخش‌های مختلف امضا کردند. خبرنگار جمهوری اسلامی همزمان با پرواز پزشکیان به قطر از او در مورد نگرانی‌ها از تهدیدهای امنیتی پرسید که پزشکیان در پاسخ گفته شهادت را به ترس ترجیح می‌دهد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد هواپیمای حامل مسعود پزشکیان که برای شرکت در اجلاس مجمع همکاری کشورهای آسیایی به قطر سفر می‌کرده، با 3 فروند جنگنده اسکورت شده. آسمان شهر سیرجان و هواپیمایی که اسکورت داره. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، همراه ما شدن. آقای افشاری، اول بپردازیم به همین سفر آقای پزشکیان به قطر. در وسط شرایطی که خب شرایط عادی نیست برای ایران، چرا رفته به قطر؟ حالا سند همکاری امضا کرده، از اون طرف با
مقامات عربستان سعودی دیدار کرده. به دنبال چی از پزشکیان در این سفر؟ به هر حال به نظر میرسه که این سفر از قبل از اجرای عملیات وعده صادق دو احتمالا برنامه‌ریزی شده بوده به خاطر حالا اون دیدار امضای توافقات دو جانبه. اما شاید بشه گفته که در این مقطع آن چیزی که پزشکی از این سفر به دنبال اون هست دیدار با مقامات کشورهای اسلامی هست و تحرکاتی که از این ظرفیت استفاده بکنن برای اینکه به هر حال سطح درگیری و تقابل بالاتر نره و آن چیزی که حالا به هر حال این تصور رو دارن که البته تصور هم ساده اندیشانه و هم غیر واقع بینانه هست که بتونن یک ائتلافی رو در بین کشورهای اسلامی ایجاد بکنن در تقابل با اسرائیل و آمریکا. بر نظر میرسه که پزشکیان به دنبال این هست که البته و این امر یک به اصطلاح یک فقط برخورد آرزو اندیشانه هست و اون شکاف ها و اختلاف نظرهایی که وجود داره بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی و در نوع مواجهه به خصوص با اسرائیل اجازه چنین ائتلافی رو نمیده و به هر حال حتی ما شاهد این بودیم که کشورهای اسلامی خصوصا مثل عربستان سعودی واکنش مشخص و صریحی رو در محکومیت کشته شدن اسد حسن نصرالله نداشتن یا حمایتی از هم عملیات وعده صادق دو انجام ندادن و حتی اگر هم در ظاهر صحبت‌های گفته باشن که بخوان مقامات جمهوری اسلامی استفاده کنن ولی واقعیتش این استش که در عمل همونطور که ما در جلسه شورای امنیت سازمان ملل هم دیدیم جمهوری اسلامی در تقابل با اسرائیل تنها هست و فقط میتونه به نیروهای نیابتی خودش اتکا بکنه که اونها هم در به طور نسبی در موقعیت ضعیفی به سر میبرن. آقای افشاری، آقای پزشکیان تو کمپین‌های انتخاباتیش خیلی رو این موضوع مانور میداد که جلوگیری میکنه از جنگ و تنش. طرفدارانش هم همینطور همش روی این موضوع تاکید میکردن که اگر جلیلی بیاید جنگ میشود. الان کشور در آستانه یک جنگ قرار گرفته. فکر می‌کنین واقعا چرا اینقدر زد و نقیض میگه؟ حالا پزشکیان از شهادت هم داره استقبال میکنن. خب اینم البته صحبتایی که پزشکیان کردن در شهادت و اون مصاحبه که حالا اون مجری داشته که واقعا یک نمایش بسیار مبتذل و توخالی بود که اولا خب قطر یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا هستش و محلی است که معمولا طرف‌های متخاصم در دنیا اونجا با هم دیگه مذاکره میکنن. منتهای مراتب چرا اصلا اسرائیلی‌ها باید مسئول پزشکیان هدف قرار بدن؟ کسی که اساسا در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی نقش خاصی نداره و اساسا یعنی ترور مسئول پزشکیان از سوی اسرائیلی‌ها فاقد معنا و ارزش سیاسی و راهبردی هستش و به نوعی میشه گفتش که مسئول پزشکیان نقش فردیش حرفایی که میزنه مشابه سعید السحاب آخرین وزیر تبلیغات دولت صدام حسین در عراق هست. کسی در داخل و خارج از کشور برخورد و بهایی نمیده. در همون ایام البته اینم در نظر بگیریم که آره جدا از این که به هر رفتار پزشکیان سبک هست یک نوع سطحی نگری و ساده اندیشی مفردی رو مشاهد هستیم در این مورد خاص هم در مورد ادعای شهادت هم خب گزافه‌گویی کرده و هم ادعای خلاف واقعی کرده چون سه تا جنگنده جمهوری اسلامی اون رو اسکورت میکردن. یعنی خب ما در اینجا متاسفانه یک نوع پوپولیسم ناشیانه رو هم شاهد هستیم. اما این که مسعود پزشکیان آیا چرا او و مجموعه کارگزارانش و همراهانش مثل عباس عراقچی مثل جواد ظریف که در ایام تبلیغات انتخاباتی همه مشکلاتی که بین ایران و غرب ایجاد شده تحریم ها رو بر دوش سعید جلیلی می انداختن امروز مواضع اتخاذ کردن که حتی از جلیلی به طور نسبی تندتر هست و بیشتر سمت سوی جنگجویانه داره این برمیگرده به ویژگی های ساختار قدرت جمهوری اسلامی که در اون در وهله نخست رئیس جمهور و وزیر خارجه نقش خاصی رو ندارن متغیر وابستن. اما از سوی دیگه برمیگرده واقعا به اون ویژگی فریبکارانه این جریان و همچنین اصلاح طلبان که اینها وقتی که میخوان از مردم رنگ بگیرن کاملا خودشون رو در سمت و سوی مردم قرار میدن و مخالفت با سیاست خارجی ستیز جویانه جمهوری اسلامی. اما وقتی در قدرت قرار میگیرن شرایط به گونه‌ای میشه که به هر حال گریزی ندارن
نه تنها در خدمت اون سیاست خارجی ستیز جویانه هستن، بلکه میخوان مردم رو هم بکشن به اون طرف. و اینجا هست که ما میبینیم چه اون شاید نگاهی که اجازه داد در هست سخت قدرت داتار مشخص شخص خامنه‌ای که صلاحیت مسئولیت پزشکان تایید بشه و او فرصت و امکان ریاست دولت چهاردهم جانشینی ابراهیم رئیسی رو پیدا بکنه، برخلاف ادعاهای این جریان تنه صدایی در سیاست خارجی نبود، بلکه ارزیابیشون این بود که فضا مثلا تقابل بیشتر میره برای کم کردن هزینه های افزایش تقابل هستش که به این جریان میدون دادن تا به زعم اونها خودشون در یک ارزیابی غلط و شتاب زده اینها میتونن بخش جامعه رو بیشتر از پایگاه اجتماعی نهاده برد و بقی در خدمت اونها قرار بدن در تقابل با اسرائیل و اروپا و آمریکا، که خب ما میبینیم این گونه نشده. علی افشاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل با انتقادهای زیادی از سوی گروه‌هایی از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بوده. شماری از مخاطبان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی این حمله را برای راضی نگه داشتن طرفدارانش انجام داده. از نظر من غیر از اینکه جمهوری اسلامی قوت و ارزاق سفره مردم، نون سفره مردم رو موشک کنه و به اسرائیل پرتاب کنه، هیچ چیز دیگه ای هم نیست. کاملا مخالف جنگ هستم. میدونم که اگه جنگ اتفاق بیفته ایران به 50 سال یا 100 سال قبل برمیگرده و این وسط مردم هستن که باید تاوان ندونم کاریای رژیم ناکارآمد جمهوری اسلامی رو بدن. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. همیشه میتونید گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو روی وبسایت ما iranintel.com دنبال بکنید. همینطور میتونید رسانه‌های اجتماعی رو ما رو دنبال کنید برای تازه‌ترین خبرها. با ایران اینترنشنال بمونید. رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران برمیگردم با خلاصه خبرها. با شما وقت خوش.